من به عنوان یک گزارشگر سالها به سراسر خاورمیانه سفر کردم. این منطقه‌ای که همواره منو شیفته خودش کرده. اما من در رابطه با کارم بیشتر به مناطق جنگی رفتم و بحران‌ها و تراژدی‌های اونو بررسی کردم. این سفر که منو به جاده ابریشم می‌بره و من ردپای مارکوپولو رو دنبال می‌کنم، برام فرصتیه تا اهمیت تاریخ و فرهنگ این بخش از دنیا و همچنین آمیزه‌ای از انسان‌ها و تمدن‌های باستانی رو کشف کنم که نقش بسیاری در فرهنگ و تمدن ما داشتند. جاده ابریشم. اوش، قرقیزستان. قرقیزستان با عظمت، دنیای جلگه‌ها و کوهستان‌ها، سرزمین ایل‌ها و کوچنشین‌ها. یک گروه قومی ترک که نامش به معنای کسانی است که در جلگه‌ها سیر می‌کنند. جنگجویان قرقیز و قبایل روستایی در اواخر قرون وسطا وارد این سرزمین شدند. آنها این منطقه فوق‌العاده و در این حال بی‌حفاظ را تصرف کردند. شهر بی‌در و پیکر اوش در دره فرگانا واقع شده و به مرز ازبکستان نزدیک است. اینجا توقفگاه مهمی برای کاروان‌های جاده ابریشم بود و بازارش هنوز هم نقش مهمی ایفا می کند. ما از مرز ازبک قرقیز عبور کردیم و در این طرف مرز واقعا آدم احساس میکنه بر لبه دنیا قرار گرفته. عبور از مرز بسیار کار پیچیده‌ای بود و تشریفات زیادی داشت. ما باید به همراه کیفمون پیاده از مرز عبور میکردیم. همه چیز به دقت مورد بررسی قرار میگرفت و کاملا بازبینی میشد. ما مطلقا اجازه فیلمبرداری نداشتیم. در این طرف مرز اوضاع آشفته تره. به نظر نمیرسه تمرکز چندانی در اینجا وجود داشته باشه. در ضمن اینجا بسیار جذاب و خوشاینده و یه جورایی احساس غرب وحشی به انسان دست میده. اینجا ثابت میشه که قرقیزا اساساً کوچنشین باقی میمونن. اینا گهوارن. نکته جالب اونا اینه که میشه قطعاتش رو از هم جدا کرد، چون کوچنشینا اغلب در حال جابجا شدنن. در ضمن این گهوارهای یک جنبه خاص دیگه هم دارن. میشه اونا رو همینطور که میبینید با مخمل پوشون. علتش اینه که کوچنشینا اغلب در فضای بازن و باید بچه‌ها رو محفوظ نگه داشت تا از آفتاب و حشرات در امان باشن. شهر اوش در محل تقاطع دو مسیر جاده ابریشم واقع شده. یک جاده اصلی که از طرف شرق به چین میره و مسیر دیگه‌ای که به سمت جنوب میره. از کوههای منطقه پامیر بالا رفته، از افغانستان میگذره و به طرف هند کشیده میشه. در اوش بازرگانان استراحت میکنن، باراشون رو انبار میکنن یا کالاهاشون رو در بازارهایی که هنوز یکی از بزرگترین بازارهای آسیای مرکزی به فروش میرسونن. بعضی هم در مقبره سلیمان یا اورنگ سلیمان نماز میخونن و دعا میکنن. قرقیزا معتقدن که حضرت سلیمان اینجا دفن شده. اینجا برای تعداد زیادی از قرقیزا مکان مقدسیه و به اینجا میان تا با سرخوردن روی این صخره جادویی درد پشتشون تسکین پیدا کنه. نور جمال توکومبایوا که یک دانشجوی جوانه، قصد داره شهرشو به چند گردشگر که عمدتاً کوهنورد و سنگ نوردن و تا اوش اومدن نشون بده. واقعا مطمئنید که حضرت سلیمان اینجا دفن شده یا اینکه یک افسانه محلیه؟ چند نظریه در این زمینه وجود داره. بعضیا میگن شاه سلیمان واقعا در اینجا دفن شده. این یه واقعیته. تا قرن 17 قرقیزا قبل از گرویدن به اسلام مشخصا طرفدار شمنیسم بودن. آیا هنوز هم نشانه هایی از مراسم شمنیسم که تو هم با درمان بیماری ها باشه در اینجا وجود داره؟ تنها شواهدی که وجود داره، یعنی تنها نشانه ای که از زمان باقی مونده، این غارها هستن. اینجا محل زیارت و نیایشه. دعا کردن در مقابل این مجسمه های سنگی یکی از نشانه های جادوگری یا شمنیسمه. چه اسطوره ها یا اعتقادات دیگه در مورد کوه مقبره سلیمان وجود داره؟ غارهای زیاد و بزرگی وجود داره، از جمله غار گهواره مادر. کسانی که نمیتونن بچه دار بشن به اینجا میان تا آرزو کنن. یک اسطوره بسیار قوی قبل از اینکه این پله ها ساخته بشه این بود که اگر زنی بتونه بدون کمک به بالای کوه بره، اونو باید به عنوان یک همسر خوب شناخت. در ضمن میگن محمد پیامبر هم خودش برای نیایش به اینجا میومد. اما در قرآن اشاره به این که او به قرقیزستان اومده نشده. به این اعتقاد به صورت یک اسطوره نگاه میکنیم. هیچ شاهد و مدرکی برای اثبات اون وجود نداره. آیا شما به عنوان یک قرقیز به دنیای مغرب زمین، منظورم ترکیه یا اروپایی، بیشتر احساس نزدیکی میکنید یا به چین؟ چون به هر حال فقط 300 کیلومتر با اونجا فاصله دارید. به نظر من هر دوی این کشورها در پشت قرقیزستان نقش مهمی داشتن. هنوز هم روسی یکی از زبانهای اصلی کشور ماست. در رابطه با چین باید بگم که ارتباط تجاری گسترده میان اونها و ما وجود داره. و بعد اسلام هم که عامل دیگری است که مردم قرقیز و ترک ها در اون وجه اشتراک دارن.
در سراسر قرن 19 روزها و بریتانیایی هایی که از امپراتوری هند به جنوب می اومدن در یک رقابت شدید جهت کنترل کردن این قسمت از آسیا درگیر شدند. این شرایط باعث خصومت و چشم هم چشمی سبوانه شد و هر یک برای برتری بر دیگری از جاسوس های استفاده می کردن که تغییر چهره می دادن و در قالب زائران و پژوهشگران علمی ظاهر می شدن. رودیار کیپلینگ بود که در کتاب معروف خودش به نام کتاب جنگل اونو قمار بزرگ نامید و روسا هم به اون تورنیر تنا یا مسابقه سایه ها می گفتن. اما همونطور که ملاحظه میکنید روس‌ها برنده شدن. این مجسمه لنین یکی از بزرگترین مجسمه‌های دوران اتحاد جماهیر شوروی سابقه که هنوز پابرجا مونده. به رغم اینکه کوچنشینان قرقیزی از اون رژیم که تلاش میکرد به زور اونا رو یک جانشین کنه آسیب و رنج‌های زیادی دیدن. موقعیت استراتژیک قرقیزستان در محل تلاقی تمدن‌های مختلف آسیایی هنوز هم باعث به وجود آمدن مبارزاتی برای کسب قدرت میشه. نشانه ورود اسلام به منطقه مجموعه مقبره اوزگن در انتهای دره فرگانای که مشتمل بر یک مناره آجری با ارتفاع 44 متره که در زمان حکومت سلسله کاراخانید ساخته شده. عجیب اینجاست که بر فراز این بنای یادبود اسلامی نماد بودیسم قرار داره و گویی نشان میده که چطور ترک ها و مغول های آسیای مرکزی همیشه بین طلوع و افول خورشیدهای قدرت متلاشی شدن. بدون تردید میشه قرقیزستان رو محور اصلی جاده ابریشم دونست. تمامی مسیرهای شمال به جنوب و شرق به غرب کاروانهای قدیمی به اینجا میرسید. در اینجا که به سوئیس آسیای مرکزی معروفه، این کوهان 90% مساحت کشور رو در بر گرفتن. در ضمن اینجا محل یکی از مهمترین جنگ‌های تاریخ یعنی نبرد تالاسه که در سال 751 میلادی بین اعراب و چینی ها در گرفت. تعداد معدودی از جنگ ها بودند که تا این اندازه بر فرهنگ زبانشناختی و نقشه مذهبی دنیا تأثیر گذاشتن. جنگ تلس باعث شد چینی ها پیشروی خودشون به سمت غرب رو متوقف کنن. قرقیزستان به عنوان یک منطقه امن به دلیل ارتفاع زیاد و زمستان‌های پایان ناپذیرش با حدود 5 میلیون جمعیت و تقریباً 3 برابر این تعداد حیوانات اهلی در منطقه تقریباً به وسعت بریتانیا قرار گرفته. در ماه‌های تابستان تعدادی از خانواده‌ها به چراگاهی کوهستانی میرن تا به عنوان کوچنشین‌ها با گله‌های خودشون زندگی کنند. روستاهایی که حکومت اتحاد جماهیر شوروی در دره‌ها ساخته از اواخر ماه آوریل تا اکتبر همه خالی میشن چون برف مسیرهای کوهستانی رو تا بهار آینده غیرقابل عبور میکنه. نیاکان اونها بر تمام امپراتوری‌ها و همه شهرهای بزرگ آسیا پیروز شدند. در بین اونها میشه به سپاهیان وحشی چنگیزخان اشاره کرد. گروه‌هایی که به مرور زمان چینی یا ایرانی شدند، اما قرقیزها از این قاعده مستثنا بودند. اونها به جلگه‌ها و کوههای صعب العبور بازگشتند. با توجه به این چشماندازها مگه میشه اونا را به خاطر اینکه کلبه‌های گرد و سنتی خودشون رو در اینجا به زندگی در آسایش شهرهای مدرن ترجیح میدن سرزنش کرد؟ هر یک از خانواده‌ها گله‌های خودشون رو به چراگاه‌های قبیله خودشون می‌برند. یک چنین چراگاهی در سواحل دریاچه سونکول قرار داره. اینجا سرزمین اجداد قبیله ایسایک، یکی از 40 قبیله بزرگ کنفدراسیون کوچنشینان قرقیزه. اینجا بسیار زیباست. واقعاً منظره چشم‌نوازی داره. این یک جلگه وسیعه، اما علاوه بر اون، الان وسط تابستانه و برفایی که آب شدن تمام اطراف ما رو فرا گرفتن. ما 3200 متر بالاتر از سطح دریا قرار گرفتیم و هوا بسیار خنکه. احساس فوق‌العاده‌ای از آزادی به انسان دست میده. نه حصاری هست، نه جاده‌ای، نه تیر چراغ برقی و نه ازدحامی. سلام. سلام علیکم. حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ خیلی ممنون. من آلفردم. بفرمایین تو. میتونم بیام تو؟ باشه، خیلی ممنون. آره، بفرمایین. بریم. سلام. بفرمایید. اینجا بشینم؟ بله. چه خوب اینجوری به آدم چای بدن. چه کلبه بزرگی. کوچنشینان به طرزی باور نکردنی مهمان نوازن. کاملا بیخبر وارد میشی، ظرف 5 دقیقه نان، مربا، خامه و چای برات میارم. امیدوارم خوشتون بیاد. الماز. سلام الماز. این پسر منه. الماز یه پسر خجالتیه.
بچه‌ای که تو این علفزارا با ملخ‌ها بازی میکنه طبعا اگه سوار بر اسب باشه راحت‌تره تا کنار یه غریبه. این خوراکی بسیار خوشمزه کوچنشین است. شیر تخمیر شده مادیان. بسیار خوب. میخوام امتحانش کنم. باید خوشمزه باشه. ویلیام از اهالی روبروک که در قرن 13 نماینده لویی 9 برای مذاکره با مغولا بود گفته که این شیر طعم تندی داشته ولی خیلی هم بد نبوده. البته در این زمینه یک مکتب فکری وجود داره. واقعا خیلی طعم تندی داره. به طور طبیعی مزه پنیر میده. فکر میکنم یه چیز دیگه هم توش هست. جنبه دارویی داره. خوشمزه است. آره ما دوست داریم. پنیر انگار به آدم انرژی میده. در میان قرقیزها خیمه های کروی شکل به زنها تعلق داره. وقتی مردان خارج از کلبه در چراگاه ها مشغولن، کاروان ها رو راهنمایی میکنن تا از گذرگاه های کوهستانی عبور کنن یا در حال جنگن همسرانشون کارهای خونه رو انجام میدن. هرودوت مورخ از وجود خیمه های کروی شکل در قرن 5 قبل از میلاد سخن گفته. این خیمه ها رو با نمدی که از پشم گوسفند، بز یا گاو میش میبافند میپوشونند. این خیمه ها دارای تیرک های مشبکی ان که از پشم تنیده شده ساخته میشن و مستقیما روی زمین کار گذاشته میشن. برپا کردنشون 2 ساعت طول میکشه. تمام اعضای خانواده میتونن در اون بخوابن و حتی وقتی هوا تا 40 درجه سانتیگراد زیر صفر میرسه همه افراد دور بخاری اون جمع میشن. همونطور که مشاهده میکنید در این قسمت هیچ جنگلی وجود نداره. بنابراین برای روشن کردن آتش جهت گرما و پخت و پز کوچنشینان قرقیز از تاپاله گاو استفاده میکنن. اونا رو اینجا گذاشتن تا خشک بشن. وقتی این تاپاله ها میسوزن یه جور بوی چربی سوخته از دود اون بلند میشه که چندان خوشایند نیست، اما چون همیشه باد میاد مشکلی نیست. در افسانه ها اومده که یک بار رئیس قرقیزها 1000 رأس اسب رو به عنوان هدیه نامزدی به امپراتور چین تقدیم کرد و در عوض با دختر اون ازدواج کرد. به این ترتیب شاهزاده لوچوجیان زندگی اشرافی دربار در بیجینگ یا همون پکن رو ترک کرد تا با رئیس کوچنشینان ازدواج بکنه و در چراگاه های دامنه کوه ها زندگی کنه. اون هنوز هم به خاطر اشعاری که می سرود در قرقیزستان معروفه. از جمله این شعر: چادر گردی قصر من است، دیوارهایش از نمد ساخته شده، تنها غذای من گوشت خشک شده است. شیر تخمیر شده مادیان هم نوشیدنی من است. پیوسته در رویای کشورم هستم و قلبم شکسته است. یکی از سنت‌های مهمی که در سواحل دریاچه سانکول به اجرا در میاد بزکشی، ورزش خطرناک و خشن که بهترین سوارکاران این جلگه انجامش میدن. بزکشی یا اولاکتارتیش به زبان ازبک‌ها که به معنای گرفتن بزه، شامل جنگیدن برای جسد بی‌سر یک حیوانه که به عنوان توپ از اون استفاده میشه. دو تیم اسب سوار برای نشون دادن مهارت و شجاعت خودشون تلاش میکنن جسد حیوان رو در اطراف خط دروازه با خودشون حمل کنن. در این ورزش در واقع هیچ محدودیت و ممنوعیتی وجود نداره و تعداد بسیار معدودی از این بازی هاست که بدون زخمی شدن سوارکاران به پایان برسه. در طول جاده ابریشم من درباره مارکوپولو زیاد صحبت کردم، همینطور در مورد ابن بطوطه، نیکولا بوویه و امین مألوف. اما وقتی این مردان رو میبینم که در این جلگه وسیع در مسابقه بزکشی شرکت میکنن، واقعا به فکر جوزف کسل سوارکار در یک کتاب رمانتیک فوق‌العاده میفتم که تخیل چندین نسل از دانش آموزان رو به آتش میکشه. از نظر من این رویاییه که به واقعیت تبدیل میشه. آیا مجازیم با تازیانه به صورت هم دیگه بزنیم؟ نه، فقط با اسبتون، این مقررات. مجاز هستید اسبتون رو وادار کنید اسب یه نفر دیگر رو گاز بگیره یا اون اسب رو بزنه یا محکم به اون ضربه بزنه؟ اینا اسبای وحشی هستن، باید سعی کنید و مواظب باشید که شما رو گاز نگیرن. اسب ممکنه شما رو به طرف خودش بکشه و اگه خودت رو رها نکنی ممکنه این اتفاق بیفته. این اسبای فوق‌العاده قوی، ماهر و شجاع، اسبای چنگیز خانن یا اسبای جاده ابریشم یا اسبای قرقیزن؟ کدومشون؟ اینا اسبای قرقیزن.
از نژاد اصیل قرقیزی هن. این اسبا میتونن اینجا از کوها بالا برن، مثل کوهنوردا از صخره عبور میکنن. ما الان 3200 متر از سطح دریا بالاترین گذرگاه در ارتفاع 4000 متری هن. بله، اونا پرقدرت هن. بیشتر اسبای کارن یا اسبای مسابقه؟ اینا اسبای جهانی هن، اسبای مسابقه هم هستن. یعنی همه کار میتونن انجام بدن؟ بله، درسته. آیبک، ورزش اولاکتارتیش از کجا ریشه گرفته؟ اولاکتارتیش میراث اجداد ماست. این بازی مردان واقعیه، یه بازی خطرناک. آدم ممکنه از اسب به زمین بیفته، زخمی بشه و یه همچین چیزایی. جیجیت یعنی مردان جوان این کارو میکنن. اونا سربازا و جنگجویان آینده هستن. این در واقع یه جور آزمایش جنگیدن بوده. اینکه چطور جوونا بتونن سوار اسب بشن و چطور بتونن گارد دشمنو باز کنن. اگرچه بزکشی دیگه شیوهی برای آموزش‌های جنگی نیست، اونطور که در عهد آتیلا و چنگیز خان بود، اما به هیچ وجه صرفاً یک بازی محسوب نمیشه. این مسابقات وحشیانه در واقع کوچنشینان رو قادر میسازه بهترین اسب‌ها رو از بین اسب‌های برنده انتخاب کنن تا بتونن خصلت جنگاوری و چالاکی این نسل رو که بسیار به اون افتخار میکنن حفظ کنن. امکان نداره انسان بتونه خودش رو از تأثیرات جادویی این کشور و مردمش دور نگه داره. این فضای پهناور و بکر که در اون عشق به آزادی موج میزنه و طعم یک زندگی ساده و هوای تازه رو میشه چشید. کوهستان‌های قرقیز اگرچه دور افتاده و خالی از سکنه‌اند، در مقایسه با گذشته انزوای کمتری دارند. قله‌های قرقیزستان شاید بی انتها و جاودانه به نظر برسن، اما زمان بر اونها تأثیر گذاشته. این بزرگراهی رو که چینی‌ها ساختن در پیش می‌گیرم تا از شرق کشور به غربش برم. این بخش از پروژه عظیم و چند میلیاردی جاده ابریشم جدید که با هدف متصل کردن آسیای مرکزی به دریای خزر به اجرا در اومده. اوش، قرقیزستان، دریاچه سانکول، تکمک. قرقیزستان سرزمین کوچنشینان و خیمه های گرد آثار تاریخی زیادی برای عرضه کردن نداره. این برج آجری غیر متعارف که در این جلگه متروک به چشم میخوره و در نزدیکی پایتخت این کشور یعنی بیشکک واقع شده، قرقیزستان رو در مرز میانه دو دنیا مشخص میکنه. این برج بر محوطه باستانی بورانا پایتخت امپراتوری کاراخانید مشرفه. این برج در قرن 11 به صورت یک مناره ساخته شد، اما در اطرافش بقایای معابد قدیمی بودایی و همینطور صلیب‌های مسیحیان نستوری وجود داره. امکان نداره با دیدن این برج به اون برج سنگی فکر نکنیم که پتولمی جغرافیدان به اون اشاره کرده، همون جایی که بر اساس افسانه‌ها کارواندارهای از ایران و چین مرتب با هم دیدار می‌کردن تا به داد و ستد کالاهاشون بپردازن. در واقع این مناره هزار سال بعد از اون برج سنگی افسانه‌ای ساخته شده. هیچ کس با اطمینان نمیدونه که اون برج در کجا واقع شده و چند محوطه دیگه ادعا میکنن که نشانی از اون مرز باستانی هستن. اما تردیدی نیست که بورانا نشانه ای از آیین‌های قرقیز داره. این مسئله به یمن وجود این ستون‌های سنگی کوچکی آشکار میشه که بر سر مزار مردگان گذاشتن. در مورد این شخصیت‌های کوچنشین نکته تکان دهنده‌ای وجود داره. اونا حتی پس از مرگم با افتخار روبروی جلگه ایستادن. البته اون چهره ها رو آفتاب سوزونده و باد بر اونها تازیانه زده. این نکته بسیار جالبیه. یک سنگ نوشته دوران برنز که قدمت اون به 800 تا 500 سال قبل از میلاد برمیگرده نشانگر یک حیوان توتمیه. تصویر این حیوان شبیه یک گوسفند وحشی بزرگ با شاخه پیچ در پیچه و این حیوان بومی آسیای مرکزیه که نام مارکوپولو بر اون گذاشتن. بنابراین میشه برای گرامی داشته مارکوپولو ساخته شده باشه. این سنگ‌های قدیمی که روی جلگه قد برافراشتن ممکنه معمولی به نظر برسن، اما دقیقاً نماد ماهیت کوچنشینان قرقیزن. خالص و ناب، آرام و متین و تغییر ناپذیر. اتحاد جماهیر شوروی ممکنه واحدهای آپارتمانی و کلخوز در اینجا ساخته باشه، همونطور که چینی ها هم امروز مشغول ساختن جاده ها هستن. با این وجود من احساس میکنم تأثیر گذاشتن بر روح قرقیزستان به تلاش و زمانی بسیار بیشتر احتیاج داره.
اولاد چنگیز خان هنوز عاشق فضاهای وسیع و هوای تازه هستند. درست مثل این افسران پلیس بازنشسته بیشکک که ترجیح میدن اطراف خیمه های گرد جمع بشن تا یاد روزهای خوش گذشته رو گرامی بدارن و همراه با اون ترانه های روسی بخونن. شاید جالب توجه ترین جنبه این فرهنگ کوچنشینی وجود داستان سرایان باشه. اونا که ماناشی ها نامیده میشن، سرودهای حماسی قدیمی رو میخونن که اشعار ملی اونهاست. اشعاری که بیش از 500 هزار بیت از اونها سینه به سینه به نسل های بعد رسیده. برای من اتفاقی افتاد. من به عنوان کارشناس حقوقی کار میکردم. روزی روح‌هایی رو دیدم. اول روح‌های بسیار بزرگی رو دیدم. بعد شخصیت‌هایی از حماسه ماناس رو دیدم. فقط بعد از اون بود که روح ماناس رو در قالب انسان دیدم. بعد از اون سخت بیمار شدم و درمانگر به دیدنم اومد، چون در خواب دیده بود که ماناس به اون فرمان داده بود که بیاد و منو پیدا کنه و به من بگه که مقرر شده من اشعار ماناس رو بخونم. چقدر طول کشید تا این هزاران هزار بیت اشعار رو حفظ کنید؟ چطور این کار انجام دادید؟ من الان 10 ساله که اشعار ماناس رو میخونم و حتی بعد از چندین سال خوندن اونها و شناخت کامل اونها هرگز نتونستم کل حماسه اونو بخونم. صرفاً به خاطر زمان طولانی که خوندن تموم اونها لازم داره. من همه اون اشعار رو حفظم. 5-6 سال دشوار رو گذروندم و طی اون مدت تلاش میکردم وارد دنیای ماناس بشم. وقتی خوندن اشعار رو شروع می کنم، 30 دقیقه اول یا حتی 1 ساعت اول از اون چه در اطرافم می گذره آگاه هستم. بعد از اون دیگه هیچ چیزی نمی بینم. آدم کاملا در دنیای ماناس غرق میشه. دیگه در دنیای ماناس هستی و هر چیزیو که در اون دنیا میگذره میخونی توی اون دنیا. این چیزیه که حتی ما ماناشی هم نمیفهمیم. اویانا اسماعیلوف که یک شاعر و درمانگره میگه او مدافع مذهب قدیمی شمن هست. اگرچه اسلام اونو منع میکنه، هنوز هم او به تنگری دعا میکنه، روح اعظمی که اجدادش برای او آیین‌های جادویی و اسرارآمیزی اجرا میکردن. تکمک تاشروبات. در قسمت شمال تیانشان یا کوههای آسمانی تا ارتفاع 7000 متر سر به فلک کشیدند. در جنوب کوههای پامیر و هندوکش هم 7000 متر ارتفاع دارند و در نهایت به کوههای هیمالیا می پیوندند. کارواندارها مجبور بودند اسباب و شترهای دو کهانه خودشون رو در اون خیمه های گرد اجاره ای بذارن. اینا تنها حیواناتی هستند که میتونن برف های همیشگی رو تحمل کنن. حتی در چنین شرایطی هم این مسیرها فقط طی چند ماه تابستان قابل عبور و مرور بودند. وقتی از دره ها به طرف قرقیزستان شرقی و مرز چین بالا میریم، میتونیم جاده هایی رو ببینیم که مسطح تر از زمانی نیست که مارکوپولو از کوههای پامیر عبور میکرد. ماجراجوی ونیزی ما میگه هنگام عبور از این کوهها برای رسیدن به چین از بیماری های ناشی از ارتفاع زیاد کوهستان ها به سختی رنج کشیده. آخرین توقفگاه قرقیز روی جاده ابریشم تاشروباته. تاشروبات یعنی برج و باروی سنگی. در این منطقه که همه ساختمان‌ها از آجرهایی ساخته شده که زیر نور خورشید خشک شدن، این تنها ساختمانیه که پا بر جا مونده. باستان‌شناسان معتقدند که احتمالاً اینجا کلیسای مسیحیان فتوری بوده. ما اکنون در ارتفاع 3100 متری از سطح دریا هستیم و اینجا درست در وسط کوههای آسمانی یعنی تیانشانه. چین فقط 85 کیلومتر با اینجا فاصله داره.
همه کاروانهایی که بین شهرهای سمرقند در ازبکستان و کشگار در چین سفر می‌کردند از میان این دره می‌گذشتند. تاشروبات انبار شلوغی بود و در این حال یک استحکامات نظامی مجهز با خوابگاه‌هایی برای سربازان، زندان‌هاش و انبارهایی بود که بشه زمستان رو در اون سپری کرد. از نظر من مکانهای اندکی هستند که آکند از حس حضور مارکوپولو و همراهان ماجراجوی او باشه. این روزا جاده‌ای که به چین منتهی میشه این کوه‌ها رو دور میزنه و مسیر تاشروبات یک بنبسته. بنابراین دره‌ای که میبینید یکی از متروک‌ترین نقاط این کشوره. فقط چند خانواده و گله‌های اونها در این فضای باز، وسیع و بکر زمستان رو تاب میارن.